بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما بیننده های بی‌نهایت عزیز و ارجمند. خوش آمدید عزیزان. باز هفته دیگر فرا رسید و برنامه‌ای از برنامه‌های بونه منش. امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند باشم همه شما عزیزان. اهم از آقایون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها، آقا پسرها و کوچولوهای نازنین که من خیلی احترام ویژه دارم برای کوچولوهای عزیز. خب امیدوارم که تا همین آخرین لحظه و شروع برنامه ما شما جور و تندرست باشین. ناگفته نمانه، ناگفته نماند پوزش که من نتونستم روز جهانی زن به شما خانم‌های محترم تبریک بگم، چون 8 مارچ دقیقاً جمعه گذشته بود. ما یک هفته پیش شما بدقول شدیم. ما رو بسیار عفو کنیم. تبریک میگم از صمیم قلب خوب واقعاً برای شما بیننده های عزیز. تشکر از شما آقای یوسفی که از ما خانم ها حمایت کردین و روز جهانی زن ما تبریک گفتین. واقعاً تشکر از شما. خواهش میکنم. سلامت باشم. تشکر. ممنون شما. طبق معمول خدا بخیر کنه. حضور شما بیننده های عزیز و ارجمند عرض شود که انشالله امیدوارم آمادگی داشته باشیم برای اولین بخش از برنامه زیبای میگم. اصلا تو چی که داری که این جمعه دی همیخ ضربه ما بکن انشالله. روز جهانی زن برای ما تبریک گفتن، آمادیم تشکر کنیم از آقای یوسفی. یعنی آقا یوسفی نجاده تو بیاری که از او تبریکی بگیری. ها اصلا ما که نگیریفتیم دیگه، مجبوریم که از اینا بگیریم. آخه تو همیخ زن خجالت بکش، شهر میکن، حیا کن. آخه تو مگری میامدی به پیشمه میگفتی روز زن تبریک باشه. من میادم پیشمه میگفتم روز زن تبریک باشه. آه والا ببخشیم اشتباه کردم. روز شما تبریک باشه. حالا میگیم تبریک باشه. یک هفته گذشته حالا میگیم تبریک باشه. ها خوب دیگه مشکلات های بسرمون مشکلات خیلی. آخه ما دیگه تاشو میدنیم. ببخشیم اجازه بدیم بینندار دعوت کنم به اولین بخش از برنامه. یا نه شما دو زن و شوهر خودم هم گفتم جلو شو که بری میگم ده چه کار شده تو خجالت بکش شهرم کو. چکار شد؟ خیریته؟ آخه میای اینجا که روز زنه به مردم تبریک میگی. زن چی ارزشی داره که تبریکی بگی؟ بینندگان عزیز اینا تبریک باشه. اما هدوم من که زن خونه بترسم. بله اما هدوم بینندگان عزیز زن خونه میترسن. خب امیدوارم که ترسی وجود نداشته باشه در بین زن و شوهرها. تفاهم بهترین روش زندگیه واقعا. یکی مرد سالاری باشه وای، یکی زن سالاری باشه وای، نه نه نه، این اصلا قابل پذیریش نبوده و نیه. امیدوارم که هر کدوم به همدیگر و به خانواده الگو باشن. خب وقت شما عزیزای دوست داشتنی رو نمیگیرم، شما رو به اولین قسمت از برنامه زیبای امشب دعوت میکنم. با هم میبینیم. آماده ای؟ بله. صدا، تصویر، 3، 2، 1، شروع. سلام به شما بینندگان عزیز. با اخبار خال زندگی دیگر در خدمت شما هستم. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که حال همگی شما خوب و خوش باشه و در کنار خانواده مشغول دیدن اخبار خال زندگی باشه. خب یک خبر ناخوش دارم، البته مر ببخشین دیگه بینندگان عزیز، دست من نیه دیگه خبره.
به گزارش گزارشگران از اتاق خبر گزارش میشه که وزارت مالیه اعلام کرده که باید ببخشیم بینندگان عزیز، وزارت مالیه اعلام کرده که دیگر بودجه برای رفتن وزیر صاحبان نداره، یعنی پولا خلاص شد دیگه. خب بینندگان عزیز، یعنی همه همین پولایی که از حق مردم بوده باید به همین کشور خرج میکردن به وزیر صاحبا میدن و پول ویزا و پول خلاصه برن خارج کشور. خب بینندگان عزیز، یعنی پولا مردم ها پولی شد دیگه، بخوردن برفتن برد کار. خب از بس که این وزیر صاحبا از این کشور به این کشور، از این کشور به این کشور، آخه چی خبر شمانه؟ یک ذره به حال همین مردم بیچاره رحم کنیم، اصلا رحم و مشقت هیچی نمونده. خلاصه بینندگان عزیز، میگیم این همه پول کجا میره؟ خب به همیت راه خرج میشه. آخه مردم بیچاره ما از کجا بیارن یک ذره مالیات بدن؟ آخه من نمیگم شما بگیم، به زور از مردم بینوا و مردمی که به چی سختی کار میکنن پول در میارن مالیات میستنن، آخرم صرف خرج وزیر صاحبا میشه که از این کشور برم به این کشور بره خوب بگردم. بینندگان عزیز، به نظر شما بس نیه یک ذر بیرحمی، یک ذره خجالت بکشن دیگه. خب بینندگان عزیز، این بود اخبار امشب خاله زنکی. البته ناگفته نمونه که یکی از همکارای عزیزم با یکی از وزیر صاحبا یک مصاحبه داره. خب ضمن اینکه من خود شما خداحافظی میکنم تا شب دیگر و اخبار خاله زنکی دیگر، شما رو به الله میسپارم. خب شما رو دعوت میکنم به مصاحبه. سلام بر شما بینندگان عزیز، از اخبار خاله زنکی به خدمت شما هستیم، آمادیم صحبت داشته باشیم با جناب وزیر صاحب مالیه. خب جناب وزیر صاحب، چلی وزیر صاحبا به کشور خارج رفتن نمیتونن؟ چی کار وزیر صاحب؟ آقا چی بگم خواهر جان؟ چی بگم؟ دلم مثل دل زلیخا سوراخ سوراخ شده، هر چی تو فردی که میشه. آقا شما چه گریه میکنی؟ آقا هر چی تو فردی که میشه همین وزیر صاحبا، کاش که یک نفر خود از اینا برن که بر مشکلی نداره، با 20 نفر همراه، مبالغ هنگفتی رو البته با امر رئیس جمهور صاحب میان از ما میگیرن که برن به قرارداد ببندن، منتها همین قراردادها از اینا کاش که به یک نتیجه برسه. به هر بونه ما مردم رو مثل استخون بچوریدیم دیگه، به مردم چیزی نمونده دیگه، ما چی بگیم از دست از این وزیر صاحبا؟ به عوض این که برن به اصطلاح بیننده های عزیز، برن اونجا قرارداد بسته کنن، به نفع مملکت کار کنن، فقط به عشق و میله میرن دیگه، ما چی بگم بازی وزیر صاحبا؟ مجبوره که دیگه به هر بونه از مردم مالیه بگیریم. اگر به همین روند ادامه بدیم خواهر جان، مردم کنن دیگه، حتی یک افغانی هم به ما مالیه نمیدن. حالا شما چی میگین جناب وزیر صاحب؟ مردم مالیات بده به شما یا نه؟ چرا گریه میکنین؟ آخه دلم به حال این مردم میسوزه خواهر جان. بیننده عزیز، اگه مردم مالیات ندن که کشور از بین میره، مردم باید مالیات بدن تا ما قراردادهای ببندیم، پروژه هایی رو چی کنیم تا مملکت ما بهتر و بیشتر آباد بشه. ولی منتها باید که این وزیر صاحبا سفراخ رو به کشور خارج کم کنن دیگه، نه که برن به کشورهای اروپایی خرج کنن، به این داخل مملکت مصرف کنن خواهر من، به این اساسه. خب یک سوال آخری از شما داشتم، گفتم به چند سال که شما از هرات جان مالیه جمع کردین، یعنی چه خدمت به هرات بکردین شما؟ آقا چی بگم خواهر جان، من واقعا ما شرمنده مردم هراتی، هیچ کاری نکردیم. خب در آخر پیام گفتنی دارین بگیم؟ فقط همیه که مردم مالیات خود قطع نکنن که بتونیم ما بالاخره یک خدمتی برای همین مردم داشته باشیم، فقط همین مالیات رو قطع نکنن دیگه، هیچ گفتنی ندارم دیگه.
خب تشکر از شما بیننده های عزیز که ما رو تماشا کردین. وقت شما بخیر. خدافظ. خدا نگهدار شما. سلام دوباره دارم خدمت شما بیننده های بسیار بسیار نازنین. امیدوارم که اولین بخش از برنامه زیبای این شب مورد پسند شما نازنین ها قرار گرفته باشه. یاد شما باشه یک هفته دیگه، غیر یک هفته، مونده به سال نو. چی تأکید کنم به شما؟ خیلی امیدواری دارم که امشالا بتونیم طبقمون انعناتی که در بخش در بین فرهنگ ما هست برین لحظه سال تحویل در کنار پدر و مادر بشینین و همون دعای زیبایی که دین عزیز ما برای ما و شما برمان گذاشته در کنار بزرگها دست نار ببوسین و از آنها بخواین به شما دعا کنن. یا مغلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. خب بینندگان عزیز، انشالله که صدا باز آمد. ما که موندیم چکار کنیم؟ متاسفانه دست یه همکارای نازنین. خوب میگم همه زد تو خجالت نمیکشی. آخه بمی فکر باشد آنه مثل سمت خان باش. تو سمت خان نگاه کن، خوب که از شیر نمیترسه، از اجدار نمیترسه، از مار نمیترسه، از پلنگ و شیر نمیترسه. هم میایی بم هر برنامه خانمای عزیز، خانمای عزیز، روز زن 8 مارچ، روز ما چون چکارک ولنتاین. بله بله بله، گپاری لکن. بله بله، زن باید آدم نترسه. بینندگان عزیز، زن همیت بگیر، خوب همی که گپ میزد هم که تو می بگی روز زن، او رو برخ زک بزن. بینندگان عزیز، خلاصه از ما همیت نکم زن ما هم بگیر چکار و فلان بمتا. اینجور چکار میکنی؟ یعنی تو چی رقم آدمی؟ آقا تو مگر ده از روز زن خوب تعریف کنی؟ از روز زن گپای خوبی بزنی؟ تلاش کنی که همین خانوما بیشتر رشد کنم، زندگی نا بیتر شه، آسوده تر شم، دگه قرشاد گاز آتش نکنم، گاز همیت لوله کشی به خونه اینا بره. من این بگم زندگی گوش کنین، ماما چیزا دیگه شنیدم. نه اصلا تو فکر کن که هیچی نشنیدی. همین تعریف و توصیفات با آقای یوسفی نجات میگم. بابا درباره همین خانوما بکن. این تکه به درد نمیخوره. بله مثل که این چیزای بگوستن. فهمیدی؟ بله بله بله. مگه پا دیگه از شما شنیدم. بیاییم به خونه که ما خودش هم کار. نه اصلا چیزی نشنیدی. بیاییم. آخه برو هنی آمادو. میگم. آخه پیش از این چیشت خور خطا دو. آخه تو یک راه و چاره نشونده. آخه شما که به بیننده های عزیز گفتین که از اون مردان نیم شما که از زن خوب ترسیم، باز چه کار شد؟ خب اگه همی پروف و لافار نکنیم که دل ما میترقه دگه، آخه چه کار کنیم؟ مگر تأثیری خور بخورم که بخورم. بینندگان عزیز، بریم جدی، شما از خونم خوب میترسیم؟ نه بله میترسم، بقیه موری اولیه، دلمه بترخه. آخه ایت کوری کوجی داره که هر کدومی که به تا سرمه نمیزنه کره زمین میچرخه. کره زمین میچرخه؟ شما چی؟ آخه به تا سرمه شما برابر کره زمین میچرخه؟ بله میچرخم. آخه بس کوش، همین کوری کوش از این آهنیه. این موه شما پس سفته علت همینه؟ به خیال کردیم من خودم موه رو کندم، هبسته که به هر کوری کوشی که زده ده تمو کنده شده. بینندگان عزیز، الهی که هیچ خانومی نباشه در هیچ خانواده ای. حالا امیدوارم که جدی نگن آقای قانه، ولی یک راهی باز من نشون بدم که اینا از این وضعیت بچن. آخه زنم که میترسم از بعضی چیزا، چی رقمه؟ نه نمیترسم، یار همی زن ما خوب که از هیچ چی نمیترسم، از هیچ چی، از بلا و طلا و همی. خب من اگر یک راهی نشون بدم، البته بینندگان از با عرض معذرت خانمایی که راهی نشون دیگه که برون خور نجات دو. ببخشید دیگه خوارکای گرامی، من عرض میخوام، بر مجبور کردن. ببخشید. میگو نمیایی؟ اشته نمیایم. میگو تعریف توصیف شما بود، یک راه هایم روشون دارم. چشم میایم. بله دیگه محصو نمیترسم. نمیترسی چی؟ بله که نمیترسم. آلک دیگه ترس برفت. میترسی؟ نمیترسم. میترسی؟ موش سوس، موش سوس.
میگم از این بعد هم دیگه خودی گوری کش نماد، میگم موش سوز اومه جماب رفتی و خدا حافظ آفرین تو. خب بینندگان عزیز تشکر. خب امیدوارم که بنده اخیره امیدوارم که بنده اخیره عبد کنه. خوارکای گرامی، فقط خواستیم یک لبخندی به وجود بیاریم. تشکر میکنم از همکارهای بسیار گل خود که این وضعیت رو به وجود آوردن. ممنون شما به دومین بخش از برنامه زیبای امشب. شما رو دعوت میکنم با هم میبینیم. مامو چی نگاه میکنی مامو؟ هلیکوپتره؟ چی نگاه میکنی؟ شما هم نگاه کنم. نه به کجا نگاه میکنی؟ به چی نگاه میکنی؟ به چی نگاه میکنی؟ ستاره؟ مامو چی نگاه میکنی؟ مامو چی نگاه میکنی؟ چیز نیه که چی نگاه میکنی؟ گپ که بزنی؟ بمبار مایه بشه، تیاره مایه بزنه، جامایه چیه؟ اما خندوها خواه بس داره خون دماغ من بس داده. خون دماغ؟ یک ساعت چی رو ما میکنم؟ خون دماغ؟ کوکیه چی رفتار داره؟ شما خطبه بودیم؟ بله ها، اگه من لایق بودانه خود شما بودم. خب بله ها، حالا اگه من قبول کنم چه کار میکنی شما؟ من اگه به غلامی قبول کنیم من نوکر شما میشم. نوکر شما؟ شما آخه زن بچه نداری؟ آخه اسم زن نبر، اسم زن نبر که من دیوانه میشم. باور کن یک زن گندی دارم. خب به تروی نگاه کنی دلشورا میشی. از بست گنده خوب پنج من ارزنه که تروی ندیزی بم کرخ چغوری ها روی و پر میشی، یک دونه به زمین نمیفته. ایق زر گنده خودی و شونه بخوری دلشورا میشی. چای سبز و چای سیاه میاره. یک زن شلختی، یک لمشتی، یک گندی. تروی رو نگه میکنی و گرد میکنی لوشا تا جویه هنیت زنه دارو. خب خب این چی دیگه؟ اگر من شما به قلمی خو قبول کنه میفهمیم کجا میبرم مای اصل شما؟ کجا؟ دوبی، مای اصل به دوبی میبرم. طبق چارو مرم به شما تکمیل میکنم. خودی مبل و صندلی همه را آماده میکنم به شرطی که یعنی یک آی بگی. خوبه، قبول میکنم. قبول میکنی؟ ها؟ خدا، اشترو پوشو. خوب کنگمی چری نازنین سنم خود به من نشوندیم کمی شما رو ببینم. اجازه است؟ باشه انا لخورشید تابان رمایم ببین. ببین تو که بی بی گل زن منی. بله همین مردم میگفتم که شوز چیشترانه من باور نمیکردم. فهمیدی؟ امروز دیگه به من ثابت شد. من همه اشتباه کردم. سبکو سبکو چوب کنی و گپ نزن. من به تو میگم پول خرجی خونه بدی، پول بدی که من برم به بازار بری به چای کیف و کروش بخرم. پول ندارم ندارم. با
باز مردم زن کار می ببوری به دوبه ای ببوری آخه من میفهمی همین رفتاری که تو دیشتی مدام همین که رفتارو اپیش میتیر میشد من گوشتی خود رو میکردم میگفتم اشته چیزیه باور که خوب آلی که رفتار تور بدیدم با مشت بیعقلی بدم که دنبال زن کار بدون رو دیشتی چون کنه از ما به تو دیگه خلاصه آخه. بفهمیدی نه خلاص شد دیگه نه هم یه خواهشی میکنم خلاص هم صحبه که آقا به لیاز خدا آقا زن با کجا میری آخه کجا میری ایشده از دست دادم زن کو سلام کاکا چی میگی کاکا ایشده نازن این سن همه دست بدم کجا پیاز فروشی با کجا بارو کاکا زن خورم همه دست بدادم این کوچی پیاز فروشی میپرسه کجا میری زن کجا میری صحبه کو روز زن مبارک؟ آقا جان! آقا جان! چی می آقا؟ به داخل از این نوشته که روز زن مبارک چرا آخه شما روزی ندارین؟ آخه من دستم بودر تو روز دارم چه کار شده؟ چه کار شده؟ هیچی گفتم روز زن مبارک بگی یعنی واسه خاطر من اشتباهی میسه که شنیدم نه فقط روز شما مبارک آخه بری من راست مادر تو من روزی دارم بیا دل جو برو دل جمع باش بازم سلام و درود خدمت همه شما بیننده های گل خوب و ناگفته نمونه من باز معذرت از دوستای عزیز خوب از بیننده های عزیز خوب که خارج از هراتند خارج از مرزهای افغانستانند سلام و مانده نباشید میگم خدمت همه و عزیزای هموطن گل خوب که خارج از افغانستانند و این تصاویر ما را از یوتیوب ببینن با خیلی ها در ارتباطم واقعا کوچیک نوازی میکنن یوسفی نژاد در حقیقت بارها پیام ها خوب و تلفن ها خوب که یوسفی جان ما برنامه ها شبار دنبال میکنن بسازن که واقعا اونجا ما قریب ماندیم با فرهنگ های بیگانه ایم هیچ وقت ما نمیتونیم فرهنگ و عنعنات خور فراموش کنیم و این شماهاییم که میتوانین زنده نگه داریم این فرهنگ و عنعناته امیدوارم از دومین بخش از برنامه خوش شما آمده باشه دیگه شما رو ناعلاجیم دعوت کنیم که با صدای پا میاد میگم برادر همین گناه چیه خب همین گناه چیه که خدا بیامرز زنگ مفوت کرده خدا بیامرز 5 ساله دخترها و بچه ها میگه تو اشته بست مادر ما برده تو می به سر زن بیه بابا آخه من هم سرنوشتی مایم آخه من معنی پیری دارم کوری دارم شلی دارم آخه من چکا کنم یک کسی نمایم که دامن تکش می باشه میگم تو نباید زن بگیری آخه نباید تو صاحب خونه بشی پول دارم زندگی دارم من نمیخوام صاحب زن و خونه باشم آخه من چی گناه کردم که من مگر زنده بگوشیده باشم زنده بیوه ببخشیم چی شده؟ یعنی زنده بیوه یعنی من زن ندارم خب. زنگ به خدا بیامرزه تقدیر و سرنوشت رو ببرده الان از دخترها و بچه ها میگن ما کشفش داریم پول داریم زندگی داریم با ما بعده که تو بری زن کنی به سهر مادر ما انباق بیاری آخو خدا بیامرز که بمرده او از جون خو بیشتر ماستم خو سرنوشت بود دیگه الان من چکا کنم یک راه و چاره نشون بده که همین بچه ها رد مریله کنم بخصوان که من به فکر زندگی و آینده خوبشون آخه سبا من مرید شون همین کدوم هک از اینو میایم از خونه خو یا عروس می یا بچی می بیای به من یک دیگه ببار کنه یا همین شونه مگگ می بمال بینندگان عزیز با عرض مرزت آخرین انانس ما رو تراژید کردن عوض لبخن انا رو باید باز شما بشینین گریه کنیم چشم بفرمایید من توضیح میدم نگو همین گریه میتونیم به لبخن تبدیل کنیم آخه همین من اجازه بدن که برم همین عروسیگه که بگیرم که دین دین دک دین 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 دک چشم همین این کار رو کن من دیگه دل جمع باشم که بچه هم رو نصیحت میکنی که برم من همه ازدواج کنم آخه چرا دیگه تا کی زنده بیمار باشم
اجازه رفت و شیرین گل آی شیرین گل برام سخت تحمل آخ شیرین گل بینندگان عزیز من تراژید بود ولی بازم تبدیل شد به لبخند امیدوارم که همچه افکارهای نباشه واقعا بیننده های عزیز گلمه میگن ما از مرگ مرگم از مای خوب اتفاقات میفته در بین ما انسان ها جدایی هایی به وجود میایه ولی نباید یک نفر محکوم بشه یا طرف مقابل زن یا مرد فرق نمیکنه امیدوارم که امشالا در بین بیننده های عزیز ما همچه بچه دخترهای نباشن که چی؟ به حال پدر رسیدگی نکنن خب شما دعوت میکنم به سومین بخش از برنامه زیبای انشب و لحظه خداحافظی باز حکایت همچنان باقی است یک برنامه دیگه تا سال نو باقی است شما رو بر لای پاد می سپارم وقت خوش پرزم بمردم بخی درد میکنه دندونو بیم بمیخونه واخ مردم اشته درده بودی درد واخ اشته درده بود زن که بخی درد دارم می درد میکنه وای و مردم اشته درده بود وای اشته درد میکنه وای 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 صبح که شما خوب بودین اصلا رفتین و مردم نمی فهمم وای اشته درد میکنه اشته درد میکنه وای و مردم وای و مردم اشته درد میکنه آی آی و مردم خب بیا که شما رو دکتر رو بزرم نمیرم خویت هم شده نمیرم و مردم اشته درد بود وای درد میکنه برای جان آقا جان مایم بمورم بریم به پدر جان و مادر جان زنگ بزنیم داریم زنگ بزنیم بریم الو الو سلام پدر جان خوبه مادر جان خوبه زودی بیاین که آقا جان و مایم بمورم ها جدی جدی مایم بمورم بمردم اشته درده بود وای درد نکنه مامان
نکنه. خب اینجا چه کار شدی؟ مردم خدا. بابینا چیکار شده آقا جان تو؟ چیکار شده بچه‌م؟ بابینا چیکار شده؟ پشی پشی شده بچه‌م. پشی. یعنی دندون نه. خوب همینجوری. خوب مردم. وای. چیکار شده آخی؟ یعنی دندون ما درد میکنه. وای. بگو بابا جان تو چیکار شده؟ درد میکنه آقا دندون نه. وای. ای کوچولو آخه میفهمی دل مار بتر خوندم آخه گفتم بدم این که آقام ماه بموره چی؟ کار دارم خود شما وای این چینیه وای این بچه جرأت نمیکنه چیزی بگه دیشب هر چی بوده به طبل اینجا رنگی بوده برابر به دندونه شده وای زن همه بزیر سر از اینه وای هیچی نگیم دیگه شما آخه زن آخه یه عروس تون آخه چلی دیگه پا میزنی دیگه بچه به پیله تا به اشته درده تو مردم مردم بگیریم آقا خوب تو نگاه کن این پسته کورکار بچه تو بخورده دوندونی و چیرکی شده باز تو میگی و تب بر اینجا سنگ بوده آی آخه میبینی کسی قضاوت میکنی این پسته کورکار هر کس بخوره دوندون چیرکی میشه پیله میکنه همون که تو میگی با تو زود قضاوت میکنی میگی به تب بر اینجا سنگ بوده و دندون برابر شده آخه زن زود قضاوت نکن خب شما ثابت شد رضا تو قرار به من نگیم آخه بچه شما بچه همه همین بچه کی من از این کنی بیال و روز روز خوردستم اشته درده می دل ما رم بترقون خب اینا شکر که همه چیز بخیر گذشت تم خودی عروس خوبی گیرشتی کنن اشته درد میکنه دندونم وای تو رو باید خیز اکه بگورم من دکتر چی شو؟ چی دندون آقا درد میکنه آقا از چیشما تو سالیم میبیده اگه پسته کورکار نمیخوردی که دندون بیده میشود تو رو مگر به دکتر چی شو بگورم آلا کم بخی زندگی لا شکر به خیلی گذر بخی واخی جلش بده برکتون جلش این برین که چون برین بخیلی اشته درد میکنه